سلام عرض شد آقای مهندس آزاد. چیه دوباره؟ چی شده؟ ای بابا آزاد، چرا دوباره کشتیات غرقه؟ چی شد مگه؟ داداش پس چی داری بغض میکنی؟ گریه میکنی؟ خدا بزرگه این نشد یکی دیگه کفش آهنی میپوشیم میریم وسط خواستگاری. نمیخوام یکی دیگه، من اونو میخوام. آزاد جان، دنیا که به آخر نرسیده، بالاخره ما اینجوری نیست که بخواد رو تو الکی جواب چه جوریه؟ نه بابا قبول کردم. چه بقل شاید مبارکی جواب شاید بابا 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 شاید مامان بابا رفته پیش آزاد با ازدواج من و آزادم موافقت کرده. وای خدا رو شکر. مبارکه. مبارکه دختری گلم. انشالله همیشه خوش خبر باشی. من برم این خبر رو به دارش امیرم هم بدم. برو. میگم حالا چی شده بابا یهو رأیش رو عوض کرده؟ نمیدونم. چی بگم والا. الله اعلم. ولی مامان من تا داداشم نیاد از عروسی خبری نیست. اسرا مامان، تا اون موقع علیرضا برگشته همه چی هم به خیر و خوشی تمام شده. مطمئنم. انشالله خدا از دهنتون بشنوه. ولی مامان خانم، اینجور موقع ما یه رئیس بیمارستان داریم، دکتر رضایی. وقتی میخواد سر به سر ما خانم رو بذاره میگه که هر آن کو نترسد ز دستان زن. برو بچه، برو دوتا چایی بیار، تلفنت هم بزن. چایی من باید غلیظ باشه. برای شما ضرر داره خانم، بار شیشه داری. کار خودش هم میدونم. اعتراف کن مامان جان، کار خودت بوده نه؟ خدای شکرت. مامان جون جونم رو برسته ببینم. خطت عالیه، از خط مامانت بهتره. بچه که بود وای وای وای، یه خط خرچنگ قورباغه‌ای داشت. من دروغ میگم جونم؟ مسخن همون رو بشم تلویزیون ببینم. باشه مامان جان، بس برای بیبی بزنم. بیا یه موز بخور. بیا خسته شد. بریم مامان چی میشه ببینه ها ببین سریاله که ایشون میشه. سلام داری. سلام علیکم. قربونه شما. انشالله که همچه دست پر کبکه خروس میخونه. به چه مناسبتیه؟ بریم بشین بسیم بگم. چی شده؟ خوش خبر باشیم. خب چی شده؟ آقا محسن بالاخره با ازدواج من و عصر را موافقت کرد. دروغ میگی؟ آره عروسی. بگو جون مامان، تو رو خدا راستشو بگو، آخه چی شد یه هایی؟ هیچی دیگه، نیم ساعت پیش اومد دم کافه، گفتش که با ازدواج ما موافقه و هیچ ایرادی هم نداره. خدا رو شد. دیدی مامان؟ دیدی چقدر دلت شور میزن؟ ببینم شرطی شروطی هیچی؟ نه هیچی نگفت. مطمئنی؟ هیچ شرطی هم نداشت. مبارک بشه. فقط موندم چجوری اینو به بابا بگیم. اون با من؟ واقعا؟ مگه جرأت داره رو حرف من حرف بزنه؟ قربونه برم. قربونه این دامادم برم. خسته نباشی. خیلی برم رو به قول قدیمی ها درمونده نباشی. شامت هم دیگه داره یواش یواش حاضر میشه. من سیرم. یعنی چی سیرم؟ چیزی نخوردی که؟ نه بابا چی خوردم؟ اشتها ندارم. وقتی میای اینجوری میشینی جلو آدم ظلم میزنی، سکوت میکنی یا هیچی نمیگی، لابد یه خبری هست، به خصوص این که با یه ظرف شیرینی هم اومد. آقا محسن با ازدواج عصر و آزاد موافقت کرده. بابا
به 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 میمنت و مبارکی پدر عروس خانم بالاخره بله رو گفته. حالا مونده بله جنابالی که این دوتا مرغ عشق برن سر خونه زندگیشون. حالا سر خونه زندگیشونن؟ مگه تو خیابون دارن زندگی میکنن؟ کارتون خوابن؟ همینجان دیگه. سعید اینقدر لجبازی نکن، حالا که اونا رضایت دادن توی انقرت میای. من میگم شاید این ماجرا باعث بشه که آقا محسن کارخونه رو فراموش کنه. چی رو کارخونه رو فراموش کرد؟ من مدعیم، اون که مدعی نیست. محسن چه کار حسنه؟ تازه الان وضعیت جوری شده که اگه اون کوتا بیاد من یکی کوتا نمیام. روز روشن اومده وسط کارخونه وایساده، همینجوری تهمت و دزدی و فلان این چیزا رو بسته به من رفته. این درسته؟ اصلا مهم نیست، حالا که چیزی نشده. بذار ببینم، اگه من تهمت دزدی به آقا محسن میزدم خانمش جواب سلام تو رو میداد؟ تو خوب میفهمی من چی میگم، اما من نمیدونم چرا این عادت همیشگیته هی بحث رو بپیچونی. سلام آمان، صبح بخیر. سلام مادر، صبح تو هم بخیر. ببینم آب میوه داریم؟ آره توی یخچال. اون فرض یا صفر نشه. باشه مامان. فلفله رو کجا گذاشتم؟ اوه، صحبت کردیم؟ آره، ولی مرغش یه پا داره. یعنی چی؟ یعنی قبول نمی کنه؟ یعنی که بابای لجباز و یه دندت رو فقط من میشناسم و بس. هرگز نرود میخواهن این درسنگ. هرچی هم بیشتر بهش میگی بتر لج میکنه. میگم حالا این وقت صبح کجا رفته؟ کجا رو داره بره؟ کارخونه. من نمیفهم آدم این وقت صبح کارخونه چیکار داره؟ لابد کار داره دیگه، به خاطر اینکه از دست حرفای ما فرار کنه میره لابد. من دیگه بهش نمیگم آه. اگه خواستی پدرته، احترام بذار بهش، خودت بهش بکن. باش خودم بهش بکن. بیا دست بگم. من میخوام چیکار کنم دیگه من در درست کنم. من خودت نمیخوری؟ اون موقع که شما تو خواب ناز بودی من خوردم. نوشه جونت. سلام ماما، خوش اومدی. سلام، خوبی؟ مرسی، دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. چیکار میکردی؟ این لامپ سوخته بود، عوضش کردم. رفتی رو صندلی، خطرناکه، میخوری زمین. نه بابا، حواسم هست. چرا گفتی من یا عصر رو بیاییم کمکت؟ دیگه با عادت کنم این کارا رو خودم انجام بدم. روشنش میکنین؟ دستتو بیا کنار. مریم جان. جانم. میگم این روزایی که حرف عروسیه، یه موقع خدایی نکرده فکر نکنیم و علیرضا رو فراموش کردیم. چه حرفی میزنیم ماما؟ من اینقدر خوشحالم برای اسرا که نگو. اسرا مثل خواهرمه. مطمئنم اگه علیرضا بشنوه بیشتر از من خوشحال میشه. به نظر من خوشبختی اگر هزار تا چیز خوب داره، یه چیز منفی هم داره. اونم اینه که حواس آدمو پرت میکنه. تا وقتی که هست قدرشو نمیدونی، ولی وقتی یه اتفاقی میفته و از دستش میدی تازه متوجه میشی چقدر خوشبخت بودی و قدرشو ندونستی. نمیدونی چقدر دلم براش تنگ شده. حالا جالب اینجاست که میگفت که این آقا آزاده، این توی اینم دختر کوچولوتونه. فرین چلا.
ولی واقعا دستش درد خیلی زحمت کشیده. یاد باشه حتما از طرف من از مریم تشکر. کادوی عقدمونه دیگه، حالا دو سه ماه دیگه پسر کوچولوشون به دنیا میاد، ما هم جبران میکنیم. دوستش داری؟ کیو؟ اونو دیگه پسر علیرضا. معلومه هنوز نیومده عاشقش شدم. هیچ دیگه، از الان یه رقیبش رو پیدا کردم. خیلی سخت شد، خیلی سخت شد. تاجیک نظر خودتون چنده؟ دیگه زیر قیمت بازار که زود فروش بره. اگه عجله نداشته باشی میشه به قیمت خوب فروخ، اما اگه عجله داری؟ نه میخوام یکی دو هفته ای فروش بره. شرایط چی؟ نقد. اگه شرایطی بدیم من خودم برمیدارم. نقد. خب یکم باید صبر کنی، ملک خوبیه ولی بازار الان راکده. خدمتتون عرض کنم که فایلش میکنم برات، ولی آقا سعید هم در جریان هست دیگه، نظرش مثبته. آقا سعید؟ آقا سعید برای چی؟ سند نامه ایشونه. یعنی چی؟ ما قولنامه کردیم. شما قولنامه کردیم ولی سند در اصل به نام ایشونه. سعید بابا امیر خان تاجیک، تو عجب یادی از ما کردی. آوا آوا لباسمون چطوره؟ این زمینی که به اسم من نزدی که. کدوم زمین؟ همون زمینی که یه ویلا توش هست دیگه. ویلامو دارم میگم. مگه باید به اسم تو باشه؟ آه. پس اینطوریه. دست درد نکنه. دست درد نکنه، خدا خیرت بده. یه بار سنگینی از رو دوشم ورداشتی. واسه اینکه لیاقتش نداشتی. حالا که تطوی همه چی رو در آوردی، حواست به کارات باشه. باشه. پس حالا بذار منم این خبر خوبی رو بهت بدم که در جریانش نیستی. ببین، تمام قراردادای زمینه پارسال بود که شرکت تجهیزات میلادم جزوشون بود. اسناد و مدارک اصلیشون همش دست منه. بله. ببین، ممکنه الان بابا و عمو احمد خیلی از این مدارک چیزی سر در نیارن، ولی با اطلاعاتی که من بهشون میدم مطمئن باش خیلی از قصه های شما میاد رو دایره. آره گفتم در جریان باشی. روز خوش آقا سعید. روز خوش. الو بابا سلام. سلام. چطوری شما؟ خوبی؟ کجایی؟ گلخونم هستین حالا؟ بله بله بیدم هستم. خب پس من میام اونجا پیش شما. باش میام. خیره؟ خیره، حتما خیره. بیام تو سلام. باشه خداحافظ. چه شده؟ نمیدونم، باید یاک بذاره شادی اومد، ولی از قدیم گفتن واسه لامپی که سوخته دعا نکن، عوضش کن. شد شد، نشد نشد، ولش کن. آقا جون سلام. روز بخیر آقا جون. سلام.
چیه دنبال من راه افتادی؟ من و تو با هم حرفامونو زدیم، جواب من همونیه که قبلا بهت گفتم. آه من وقتتون نمیگیرم زیاد. آه چقدر مؤدب شدی. چطور اون موقع وقتی که میومدی اینجا صداتو مینداختی توی جلود اینجوری حرف میزدی، حالا که وقت رضایت گرفتن شده اول میری پیش آقا محسن بعد میری پیش بابات؟ بابا اون آقا محسن بنده خدا که خودشون گفتن در صورتی رضایت میدن که شما موافقت کنید. شما موافقت؟ پس بگو مجبورت کردن. بابا ای بابا، بابا جون من، محسن چشمش به این کارخونه است، میخواد اینجا رو بالا بکشه. غیر اینه من فقط دعای خیر و رضایت قلبی شما رو میخوام. همین. داری مسخره میکنی؟ نه بیا. نه ببین بابا، تا قیام قیامتم بشه من تا رضایت شما رو نگیرم ول کنه این ماجرا نیست. مگه اینکه ارون نشه من رد بشی؟ کبریت‌های سوخته هرگز روشن نمی‌شوند. باج مهربان دمنوش آقا جونو بردار بیار. لیموتورش آی لیموتورش. آره همینجاست. بفرمایی. سلام. سلام. مبارک باشه خدمت شما. سلام دایی. سلام دایی ماهت. اینجا خیلی قشنگه ها. ممنون. نقلیه اما خب برشون خوبه، خوشگله. مبارکت باشه. ممنون. خب آقا خانم چی میخوای دایی برات بیاره؟ بچه‌م هوس آب هویج کرده بود، گفتیم بیاریم هم آبای آب میوه بخوره هم داییشو ببینه. اون اینجا رو خوب کاری کردی. حالا چی میخوریم؟ منم فعلا این چال، بعدا یه چایی با هم میخوریم. خوش شد اومد؟ خیلی شریک خداست. راستی بیرونه میام. راضی هستی؟ کاروبار خوبه؟ آره. دایی جان اجازه هست من برم بالا رو ببینم؟ چه دایی چیزی نیست، بفرما. من برو بالا رم ببینم. پلا رو مراقب باش نمونم. چشم بیا بشین ببینم. بیا تعریف کن ببینم همشه انگار کیفت خوب نیستا. دماغی چی شده باز؟ با بابا حرف زدی؟ از کارخونه انداختم بیرون. درست میشه، بالاخره موافقت میکنه. من دلم روشنه. من بعید میدونم اصلا موافقت بکنم. بابا داره یه جورایی جمع میزنه به زندگی. درست مثل زندگی تو. من یه جورایی فکر کنم که بابا از ماجرای میلاد با خبر. یعنی چی؟ یعنی اینکه بابا میدونستی که میلاد بخواد بره و دیگه بر نگرد. تو یه بار دیگه هم در این مورد با من صحبت کرده بودی. تو چیزی میدونی که به من نمیگی؟ مطمئن نیستم اما یه حدسی میزنم. ببینم تو تا کی اینجایی؟ فعلا هست. اگه تو آواره ببری خونه اشکالی نداره؟ نه من باید برم یه جا کار دارم، پس آواره میسپارم به تو. باشه؟ باشه. آبا جان. ماما. بله. من دارم میرم جایی کار دارم، تو با دایی بیا خونه. باشه؟ چشم. میخوای اگه ماشین بگیرم؟ نه قربونت خودم میرم. باشه. مراقب آبا باش. Thank you.
سلام بابا جان. اومدم با تو حرف بزنم. بیا تو. کشی؟ خب؟ بابا داری زندگی آزادم خراب میکنی ها. درست مثل زندگی من. ببین بابا جان، من تو زندگی تو هیچ دخالتی نداشتم. اون انتخاب خودت بود. زندگی تو با زندگی آزاد زمین تا آسمون فرق میکنه. ما قبلا در این مورد صحبت کردیم، به هیچ نتیجه ای هم نرسیدیم بابا. خوب یادمه وقتی میلاد رفته بود اومدی خونه گفتی جمع کن بریم، خوب نیست یه زن تنها بمونه. شما کجا میدونستی میلاد دیگه بر نمیگرده؟ برای اینکه میشناختمش. من یادمه به همه بیمارستانا، کلانتریا، پزشکی قانونی، همه جا سر زدم. اما شما خیلی خونسرد بودی بابا، خیلی. حالا چی شده بعد این همه مدت الان یه حرفا رو میزنی؟ من همیشه به این موضوع فکر میکنم. با خودم میگم نکنه بابام به خاطر اختلافی که با شوهرم داشته یه بلایی سرش برده باشه. اما باز میگم نه، پدرمه، با زندگی دخترش همچی کاری نمیکنه. اما حالا بابا نمیدونم. به همین خاطره که میگم زندگی تو با زندگی آزاد فرق میکنه. ولی میلاد خوب میشناختم، میدونستم با اون گندی که بالا آورده دومیشو میذاره رو کولشو میره که میره، یه سلاخون پیدا میکنه و یه جای خودشو مخفی میکنه. دیدی که رفت. خدا کنه اینطور باشه که میگی بابا، خدا کنه. زمنان با آزاد بگو هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه، من هیچ مشکلی باش ندارم. ولی دیگه رو کمک من حساب نکن. محسن جان، محسن جان، نمیای آماده شی؟ هیچ وقت فکر نمی کردم که عصرا اینجوری بره سر خونه سه. میفهمم، ولی خدا رو صد هزار مرتبه شکر با این همه حرف و حدیث، با این همه دعوا، این همه دلخوری خلاصه به خیر گذشت. محسن، من خودم برای بدتر از اینو آماده کرده بودم. دیگه بیشتر از این نمیشد عروسی رو عقب انداخت. نمیشد. میفهمم، ولی کاش میشد چند تا فک و فامیل رو دعوت کرد، یه تالاری گرفت، یه جشنی. آخه اینجوری که باور کن منم اصلا دلم نمیخواست اسرا اینجوری روونه خونش بشه، اصلا. انشالله که شادیشون همیشگی باشه. انشالله. منیره من برم تو گلخونه برگردم. باشه برو. حالا اما احمد قول داده هر جور شده برات مرخصی بگیری بیای بیرون. اگه هم نشه که ما... اگر هم نشه شما میری سر خونه زندگیت، درسته؟ نه وای میسی منتظر شما، شما میری بیرون بعد. آسان. ولی جدا از این شوخی ها باید یه قولی بدی که این مراقب این یکی یه دونه دعوای آبجین ما رو داشته باش. آقا میدونم، خیالت راحت، فقط منو ببین. بدون تو اصلا خوش نمیگذر. حالا داداش ما که میتونیم صبر کنیم. نه نمیخواد صبر کنیم، تکلیف من که معلوم نیست. بعدشم نمیخوام زندگی شما دو نفر معطل من باشه. آره فقط چیزی که هست، عصر از من قول گرفته که حتما تو ما رو بدرقه کنی. عصر لطف داره،
من تا بعد از ظهر تکلیفم معلوم میشه. ایشالله. امیدوارم که بشه. باور کنین این دو سه روز که فهمیدم بابا و عمو سعید بالاخره رضایت دادن، شاید باورتون نشه واقعا شاید ترین روزهای زندگیم بود. مبارک باشه. دست مریضات نگاه میکنم یش که پدرانه عجب دستگل درست کردی. تموم ها تقریبا آقا رجب داره تموم میشه. فقط شما یه زحمتی بکش، من آدرس آرشگاه رو بهت میدم، آتح ماسپی اومد بگو این دستگل با یه آژانس بفرسته اونجا. چشم آقا. آخش آقا رجب دیگه من باید آماده بشم برم، فقط شما لطف دیگه که به من میکنی اینی که باید امروز منو ببخشی، چون جلسه ما یه جلسه خانوادگی، نمیتونم شما رو دعوت کنم. نفرمایید آقا، شما به ما رسیده، انشالله به حق پنجتن خوشبخت باشم. الله طولار عاقبت بخیر اولسون بار الهی آمین. سلامت باشی مشکل. میگم شما امر ندارید من کمک بکنم؟ کار ندارید؟ قربون شما برم، بچه ها هستن مشتا جد، دیگه شما رو زحمت نمیدی. زنده باش انشالله. پس با اجازتان به عیال سلام برسون. بزرگی شما رو برسونم. بچه ها که نباید به دلخواه ما ازدواج کنن. تا چند وقتی پیش که راضی بودی مشکلی نداشتی، میگفتی اسرا خیلی خانومه، خیلی دختر خوبیه. ما اصلا از بچه شانس نیاوردیم، هر جفتشون رفتن با خانواده‌ای وصلت کردن که من یکی راضی نیستم. تو کت من یکی نمیره، اون از آذر، اینم از آزاد. چی شد؟ تا با حاج محسن به مشکل خوردی همه چی عوض شد؟ سعید خان من تو رو میشناسم. همین دیگه، منم تازه شناختمشون، الان فهمیدم کیان و چی کارن، تازه چشام باز شد. ولی تو هنوز چشات بسته است. سر عروسی آذر من این حرفا رو نزدم، نگفتم میلاد وصله ما نیست، حرف گوش نکردی. آخه چه ربطی به هم دارن؟ اسرا کجا؟ میلاد کجا؟ همشون لنگی همه، هیچ فرقی نداره. الان کلشون باد داره، تو رویا هستن، تو ابرا و آسمونا سیر میکنن. بذار پاشون به زمین برسه، بذار یه چند سبایی با هم دیگه زندگی بکنن، همو ببینن، وقت به حرف من میرسی. این چه حرفیه که میزنی؟ نمیذاری دو روز مثل آدمیزاد زندگی کنیم، همه چی رو میریزی به هم. چه رویایی واسه این پسر داشتم، پسر سعید مفخم، لیاقتش رو نداشت. سعید چه فکر و خیالایی تو کلته ها؟ چه خیالاتی؟ راستشو بگو، من تو رو میشناسم، میخوای چی کار کنی؟ هیچ. هیچی؟
سعید من تو رو میشناسم. بابا مگه دورم نکردین؟ نگفتیم ما میخوایم این کارو بکنیم؟ گفتم برید به جهنم، هر کاری میخواید بکنید بکنید. گیری کردیم. باشه بریم به جهنم. باش حاضر شدی شد. سعید فقط یه خواهشی ازت دارم، تو رو به جان هر کسی که دوست داری یه امشب و به خاطر من با حاج محسن خوش رفتاری کن. این بچه ها که جشن نگرفتن تو دلشون میمونه دیگه، یه دور همیه ساده که حقشونه. این لحظه های تلخ و شیرین برای همیشه تو خاطرت میاد. ۲۸ سال تاج سر ما بودی، اما از فردا آزاد میشه مرد اول زندگی که باید تا آخر کنارش باشی. اینشالله کنارم خوش بخشی. مبارکت باشه دخترم. آخرش نگفتید کنیمش بهتره؟ امه آخه هر ستاش خوشگله. من الان یه خورده کار دارم، برو نظر بچه ها رو بپرس. چشمت بیبر. حسن دکتر صد دفعه گفتم چای داغ نخور. امه جون گفتن که بیام از شما بپرسم کنیمش بهتره. خوبت گفتم که با کچروار مشکی پیرن سفید بهتر میشه دیگه. به نظر منم سفیده بهتره، با یه دستمال گردن قرمز خیلی شیک میشه. اصلا بذاریم استاد رنگ نظر بدن. استاد جان سفیده خوشگل‌تره یا اون سبزه یا اون خاکستری کدوم؟ همش هم قشنگه به نظر من. نه دیگه زن داشته این تعارف میکنی دیگه، خب بگو سفیده بهتره دیگه. سفیده بد نیست، خاکستری هم خیلی خوبه. علیرضا یه پیرن این رنگی داشت با کت تیره، خیلی قشنگ میشود. خیلی خوب کنار هم می نشستم. باشید مریم. خیلی زود برمیگرده. کیو دلم برش تنگ شد مامان. ای جانم گریه کن مامان، گریه کن، بذار سواش جونم. انشالله به زودی علی رضا هم برای مراسم میاد.
حاضر شین دیگه. اسم خانوما بعد در رفته. دو ساعته میخوان حاضر شن لباس بپوشن. اومدی ماما؟ الهی من قربونه این دختر گلم بیرم. چقدر خوشگل شدی تو. عروسی تو فدور بشم ما. عزیز دلم. ای وای خدا. مامان جان اخمتو واکن، بازم خیلی خوب شد که اینطوری به خیر گذشت دیگه. یاد عروسی خودمون افتادم. 7 روز 7 شب بابا جشن گرفت، همه فک و فامیلم دعوت کرده بود. وقتی یه دونه پسرم باید اینجوری سوت و کور بره سر خونه زندگیش. چه آرزوهایی براش داشتم، دلم میخواست بهترین عروسی رو براش بگیرم. مامان خدا رو شکر کن که بابا آقا محسن بالاخره رضایت دادن. آره رضایت دادن، اما میدونی چقدر اینا زشت کشیدن، چقدر اذیت شدن این بچه. شما واقعا توی این اوضاع و شرایط میخواستی جشن بگیری؟ تو به خاطر علیرضا میگی؟ خب آره، هم علیرضا، همون بابایی که زندانه، هم اختلاف بابا و آقا محسن که دیگه عالم آدم ازش خبر دارن. دیگه همه میخواستن بیان فقط سرک بکشن و ببینن چه خبره. هیچی، چه خبره. آرزو به دل موندم، اصلا فکرشو نمیکردم. میگم بابا حاضر نشون؟ دارن حاضر میشن. نمیریم؟ من خسته شدم. چرا میریم الان عزیزم، اونام حاضر بشن. قربونت برم. چقدر زود خسته شدی، تا شب باید بیدار بمونی. مامان جان تو برو دایی رو صدا کن ببین چرا نیومد. بودو نخوابونده بودی شیر بچه رو؟ چرا بابا کل نخواست بیدار بشن. اینم تو چیز کن، کادو میارم کادوش کن. مامان جان کسی که دیگه الان اینا رو کادو نمی کنه، میذاریم تو پک میبریم دیگه. خیلی خوب باشه، هرچی تو بگی. چرا روسری مشکی کردی سرت مادر؟ مامان آخه به این فقط مشکی میاد دیگه، چه رنگی باش میپوشیدم شلوغ میشه، خودش هم گل داره دیگه. آخه خوبیت نداره. میخوای برام عوض کنم؟ نه دیگه پوشیدی، نمیخواد، همین خوبه. ولی روسری تو خیلی خوشگله، رنگیه، دل آدم وا میشه. بیاین دیگه شب شد. آقا با کی کار داری؟ روز بخیر. روز شما بخیر، بفرمایید. تشریف بیارین. در واقع با جام افشار کار داشتم، تشریف ندارن؟ اینجا رو فروختن. شما کیش میشی؟ من کارگر جدید اینجام، ربطی با افشار ندارم. آها اون وقت کی فروختن؟ یه هفته ای میشه. این جلو پلاسو جمع کردن رفتن؟ بله. اون وقت کجا؟ اطلاعی ندارم. کانادا، استرالیا، روسیه، چین. من اطلاعی ندارم، عرض کردم. آخه گوشیش هم جواب نمیده. من اطلاعی ندارم. میخوایی براتون چای بیارم؟ نه. شما؟ من یکی از دوستای خیلی خیلی قدیمیشم، از ژاپن برگشتم، کار مهمی پشت داشتم. حیف. متاسفانه اطلاعی ندارم. خیلی خوب عزیزم، به کارت برس، به کارت برس. جانم آقا جون، من شرکت افشار. جسارتن آقا جون، شما خودتون فرمودید که افشار رو هر تا شده پیداش کنم. خب منم الان دفتر افشارم، منتها آب شده رفته زیر زمین، نیست. یعنی اینکه فکر کنم ناراضی بود آقا جون، جلو پلاسش جمع کرده رفته، فروخته.
آره آقا جون مطمئنم. اون یکی شرکتش هم رفتم، اونجا هم فروخته، تلفنش هم جواب نمیده. میدونم آقا جون، خیلی هم مهمه. روچشم آقا جون، پیداش میکنم. داداش شما که تعارف زدی یه چای ما رو مهمون کن. کمرنگ پررنگ. پررنگ. اوه 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 ببین چه کرده باریکلا. مامان بیا دومات تحویل بگی. مبارکت باشه، چقدر خوشتیب شدی مادر. عالی. یعنی واقعا ارزش این های معطلی رو داشت مگه نه؟ انشالله خوشبخت بشه. قربونت برم. بابا کجاست؟ بابا تو اتاقشه، داره لباس عوض میکنه. یعنی هنوز حاضر نشده؟ چرا؟ الان دیگه حاضر میشه. میگم فکر کنم بابا دیگه هم دلخوره. برو از درش در بیار مادر. چی بگمش؟ خب بالاخره تو پسرشی، میتونی دو کلم باش راحت حرف بزنی. برو قربونت برم. امشب شب توه دیگه عزیزم. ماما جونم میگم چیزی شده؟ نه مادر، چی باید بشه؟ بابا بله منم خدمتتون که بابت زحمتتون ازتون تشکر کنم. خب میدونم شما با ازدواج ما موافق نیستیم ولی نه، این حرفا نیست. میخواستم شهر رو برات چراغون کنم، توی تالار مجلل از مهمونا پذیرایی کنم. خودت نذاشتی، نخواستی. اینش از مهم نیست بابا. بیا الان وقت این حرفا نیست، بریم.